من دارم میرم، کاری نداری؟ وایس فریبرز هم داره باهات میاد. فریبرز برای چی بیا؟ آقا جون مامان داره میگه، من نمیگم، من میخوای بیام. سری بیا یا فریبرز. اومدم تا شما بری اومد. من فقط قبل اینکه بخوام برم از چیزی بهت بگم. یک بار دیگه بخوای راجع به بابات حرف بزنی، من میدونم با تو فریبرز. میخوای آجوری چیزی برد بگم تو صورت من؟ میدونی درباره بابا میخوام صحبت کنم؟ خود درباره چی میخوای حرف بزنی؟ آرنولدو میشناسی؟ خود درباره کیوانشون صحبت کنم. کیوان؟ چی شده؟ میگه ای بابا، باباش اینجوریه. آقا چه ربطی به کیوان داره؟ پسر به این خوبی سمن انصاف نیست؟ این بچه آلاخون والاخون شده. آخه یه خورده به این موضوع فکر کن. آخه من بدبخت تو یه زمان باید به چند چیز فکر کنم؟ فرشته، فریبا، فریبوز، خانواده ملکی، اون خونه، اون خانوم، به چند چیز بس نیست؟ میدونی چیه؟ ای کاش فقط یکم هم به من فکر کردی. همین چیزی نبود آقا سمت، نگران نباش. گشت ببینم گوشیت بلوتوث داره؟ بله. روشن کن تا یه چیزی برات بفرستم تا بدونی که الان همه یه محل چی دارن تماشا میکنن. اومد؟ بله. خوش باش بابا مایه دار. قضیه گل و کچلوار نو و ماشین مدل بالا و تیپ آنچنانی و خانوم دلشاد و بابا ناسلامتی من رفیقتم، من نمیتونم ببینم بچه های محل دارم پشت سرت حرف میزنن. جنگ جون مادرت بگو چی شده بابا، من دارم سکته میکنم. بفرما خودت ببین. از کجا اومده؟ رفتی جن زدی الان اومده یقه ما رو گرفتی؟ بابا فیلم تو رو عالم آدم دیدم، ما هم یکی. چرا تهمت میزنی سیروس؟ چرا آبرو من میخوایی جلوی مردم ببری؟ من با آبرو تو کاری ندارم، من با آبرو خودم کار دارم. من میگم نمیرم خواستگاه دختری که باباش گوشش میجنبه، چشمش دنبال این و اونه، راهنمای راست میره سمت چپ میپیچه. بعد میگم آقا بزنید تو گوش من. اون عکست هم میگه دوستای ما سر به زنگار رسید به جون چنگیز، گرفت اینو واسه ما بلوتوثش کرد. همین سیروس تو که منو میشناسی، چرا تو اومد میزنی؟ بابا چنگیز به جون خودم همچین چیزی نیست، اصلا اینطور نیست. چه خبرت آقا؟ مگه دنبالت کردم؟ ببخشید عموم تو اتاقش نیست. این آقایی که تو این اتاق بسته بود عموی شما بود؟ بله. پروندهشم گذاشتم رو میز دکتر. یعنی مرخصه؟ بله خدا رحمت کنه، فوت کردم. ببینید خانم دلشاد، من میدونم که بین شما و پدر من یه قضیه هست. نیست. هست. نیست. هست. نیست. عرض کردم هست. منم عرض کردم نیست. ولی برز عیب نیست، آدم با بزرگتر خودش بس میکنه. بابا دروغم چیه؟ خودت بیا از نزدیک ببین چیزی شده. سری خودتو برسون. همونجانم رفت. مرد؟ همونجانم مرد. موشنم مرد. سوارشو بریم دیگه، بیا فریبرز. به چی زور زدی ماشین؟ بیا سوارشو. کجا؟ عمو جان رفت. بیا. من شرمندتونم خانم دلشاد، من هیچ جا با شما نمیتونم بیام. فریبرز جان من رانندگی بلد نیستم، گواهی نامه ندارم. بیا سوارشو بریم. بیا ببینید خانم دلشاد، من تو متوجه نشم بین شما و پدر من چه قضیه هست؟ تو قلم حاضر نیستم با شما جایی بیام. من توضیح میدم دیگه. چه شما بیا سوارشو، من تو را به توضیح میدم. بیا مادر دیرم شد. بیا. اتوماته؟ چی بلد نیستی؟ این از اون حرف بوده، من اصلا تخصصم اتومات. آفری، پس بیا بشین دیگه. بشین. یه بودن اینم اینجا Thank you.
سلام. سلام سمت. هیچ معلوم هست تو کجایی؟ من دو ساعته دارم کشیک میکشم. پس کجایی تو؟ چی بابا، یه توکه پا رفتم آژانس رو برگشتم. طوری شده مگه؟ طوری شده، آبرومون رفته. تازه میپرسی طوری شده؟ سمت، این قضیه که هما میگه چی؟ فیلم و عکس و اینا چی چیه؟ باور بکن من خودم نمیدونم این قضیه از کجا آب میخوره. اتفاقا الان چنگیزم منو صدا زده بود آژانس، همین عکس و فیلمو بهم نشون داد. حالا مگه تو این عکس و فیلم چی هست که این همه برای همه مهم شده؟ نگران نباش بابا جان، جور خاصی نیست. تو خیابونه، دور و برمونم پر آدمه. فقط نمیدونم کدوم بدجنس کیچی ما رو کشیده درست سر بزنگو از ما عکس و فیلم گرفته، بعدش هم بلوتوس کرده واسه همه. سوال ما قرارمون این بود تو چند روز نقش شوهر این خانمو بازی کنی، بعدم همه چی تموم شه بره پیکارش. دیگه این کت دامادی و گل تو جیب و اینا چی چی آخه؟ چه میدونم بابا، خانم دلشاد گفت اینجوری طبیعی تره و اگه نشون بدیم عقل کردیم اما از رفتیم بیمارستان، برادرم زودتر باور میکنه. نمیدونم این بدجنس هم درست از همون لحظه عکس گرفته، بعدش هم بلوتوس کرده به سیروس. سیروس هم که خدا خواسته همینجوری راه افتاده تو خیابون، برای همه بلوتوس کرده. جوجی میخواستی مشکلاتمون رو حل بکنی؟ آره؟ من مقصرم؟ پنپه، اموشای مقصره. ببین، الانم هرچی گذشته تموم شده دیگه نمیخواد کاری بکنی. همین الان را میفتی بریم در خونش باهاش صحبت میکنیم و قضیه رو تموم میکنیم. دیگه باید به فکر آبرومون باشی. بس دیگه. اتفاقا خودم داشتم به همین موضوع فکر میکردم. گور پدر پول و کارخونه، آبرومون مهمتره. توجه مینمویی؟ بله بابا، ما یه اون با آبرو زندگی کردیم، از این به بعدم باید فکر عاقبتمون باشیم، نه اینکه با یه دونه فیل بشیم نقل مجلس هر کس و ناکس. من که دارم دیوونه میشم، اگه بفهمم چی همچین توطئه‌ای واسه من کرده من میدونم. اون خیلی خب بس دیگه، شما برو ماشین روشن کن منم یعنی ببین گندم عکس و فیلمات چی میشه. نگران نباش بابا، من با هما مفصل صحبت کردم، قانعش کردم که شما داشتین میرفتین بیمارستان عیادت، سبد گل خریده بودی میبردین. اون قبول کرد. حالا اون قبول بکنه بقیه چی؟ ما که نمیتونیم راه بیافتیم تو خیابون به همه توضیح بدیم. بدتر از همه بچه‌ها اگه بفهمن پاک بی اعتبار میشن پیششون. نگران بچه‌ها نباش، اصلا نترس، من اگه فهمیدم با بچه‌هام صحبت میکنم. حل شما که سلام علیکم. خدا قوت. سلام علیکم. خسته نباشی. بیا برو دیگه. سلام آسمان. سلام علیکم. برو دیگه. سلام آسمان. سلام. بیا از این بر. سلام علیکم. بیا از این. یه دقیقه باشی. خسته نباشی. برو از اون بر. سلام علیکم. سلام آسمان. سلام علیکم. 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 خسته نباشی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. فریبا، فرشته، بیاییم ببینم. چی ماه جانم؟ ما در ماه یه دقیقه میریم تا بیرون بابا باد. کار داریم و برمیگردیم. چرا نداره؟ کار داریم دیگه. خب ماما هوا داره تاریک میشه. الان سرکله آقا سینا اینا پیدا میشه. نمیریم بمیریم که. برمیگردیم تا موقع. جون، ماما میخواد منم باهاتون بیام تنها نباشیم. مادر نمیریم پارک تاب و سرسره سوارشیم. کار داریم. هوای خواهرتو داشته باش. یه خودم کمکش بکنم. چشم خیالتون رو. خیالتون رو. خدا نگهدار. خداحافظ. فرشته جا، قربونت برم آبجی، این دستمالو بگیر عزیزم، اون جاریا کم تمیز کن، دستت درد نکنه، من این میوه ها رو بچینم. فریبا جا، قربونت برم، من درس دارم، اینم دستمالت خوشگلم. چرا پیاده نمیشی؟ خام دلشاد مطمئن باشم راستشو شنیدم دیگه. مادر جان من دروغم چیه به تو بگم آخه؟ اصرار کردی گفتی بگو، منم بهت گفتم. الانم که دیگه قول و قراری در کار نیست. اون بنده خدا بالا آورده پایین آورده دیگه پر کشید رفت. دیگه کارخونه هم نیستش که پدرت بخواد به خاطرش نقش بازی کنه. بیا دیگه، بیا بزن بریم دیگه، بیا. آخ روح انگیز بمیره، آخ روح انگیز. آقای دکتر عبادی، لطفاً به اتاق پانسمان. آخ عمو جان، عمو جان، عمو انگیز، آخ زلیل نشین جانا. دایی جان، عمو رفت. خدا رحمت کنه. عمو رفت و برای همیشه ما رو تنها گذاشت. آخ عمو جان ناکامم، تازه بالا آورده، چرا اینقدر زود رفتی؟ عیب شد، عیب شد. واقعا عیب شد.
برادرزادهشو لااقل تو لباس عروسی ندی. آقا صمدو بگو داماد به اون خوبی و مهربونی. خوبه خوبه خجالت بکش، حالا شده آقا صمد عزیز شده، حالا که مرده. خیلی چه حرفیه میزنی خواهر من؟ آقا صمد الانش هم برای ما عزیزه، ناسلامتی قراره دامادمون بشه. تو یه نگاهی به پسرش بنداز، عین شاخ شمشاد. دار کوب لعنتی خودتی، به من بگو عموی من کجاست؟ آخه چه جوری بگم، عمو تو سردخونه است. بریم ببین اون طرفی نیست، باید بریم گواهی فوت از دکتر بگیریم. عمو جون بمیرم، یخ زدم تو نمیرم. بذارشان تگریش گندومی، فقط آروم باشا. ما شانس نداریم، یه موقع تو حرف میشه دعواتون میشه، یکی هم از ما عکس میگیره، اون موقع همه میگن ماجرای سوال لورم. زنش اومده در خونه حبوش، نیست و گیش کشی. توجه مینمون؟ اینقدر حرف نزم، من کی دارم این کارو کردم؟ کسی نیست خونه. مگه زود پزه؟ باید خوب صبر کنی دیگه. بابا کسی نیست، بفرما. کسی جواب نمیده. ها دوباره زنگ بزن، حرف نزنم. بفرما. کسی جواب نمیده. خیلی خوب، پس حرف نزن، زنگ بزن. بابا دارم زنگ میزنم دیگه. من این زنگ رو نمیگم، میگم به موبایل خانم دلشاد زنگ بزن ببین کجاست. سلام خانم دلشاد، خوبین؟ اینقدر نازم اشبه نیا، محکم حرف بزن. سلام خانم دلشاد، خوبین؟ هیچ معلومه شما کجایین؟ خوبه؟ ترسید، داری گریه میکنه، توجه بنو. چرا؟ حرفی بهش نزدی هنوز که. خانم دلشاد، باز چی گریه داری میکنی؟ چی؟ چی شد؟ جدی میگین؟ با کی رفتین؟ بابا با اون چرا؟ خیلی خوب باشه، خدا بهتون صبر بده. چی شد؟ عمو خانم دلشاد فوت کرد. عمو مرد؟ آره. خدا بیامرزدش. بیچاره، روح شاد. ولی خب برای ما هم خوب شد. به خاطر که ماجرای من خانم دلشاد خود به خود منتهی. آره تموم شد. آره بابا خدا رو شکر. فقط من موندم که این پسری چرا رفته بیمارستان؟ پسره کیه؟ بابا فریبرز پسرمون. با شده با خانم دلشاد رفتی بیمارستان. فریبرز رفته بیمارستان. آره ولش کن. خب بهتره با بریم خونه. بریم به مهمونامون برسیم. الان فریبا دل تو دلش نیست. نه بریم. بابا خونه چیه؟ بریم بیمارستان تا دیر نشده بودو. بیمارستان واسه چی گندمک؟ بابا من الان میترسم خانم دلشاد همه چی رو بذاره کف دست فریبرز آبروریزی بشه. چه حرفیه میزنی گندمک؟ آقا خانم دلشاد واسه چی میخواد ماجرا رو لو بده؟ احتیاجی نیست. بیا سوارش بریم خونه فریبرزم خودش میاد. خونه بی خونه میریم دنبال فریبرز. دست تو. زنگ میزنی به کی؟ بابا به آقای ملکی زنگ میزنم که قراره امشب بندازیم فردا شب دیگه. آره بنویس. سلام خانم دلشاد، حالتون چه؟ آقای ملکیه. سلام آقای ملکی، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خانم بچه ها خوبن؟ خواهش میکنم خونه خودتونه، تشریف بیارین. یعنی تشریف نیارین، یعنی امشب تشریف نیارین، فردا شب تشریف بیارین، چون یه مورد خاصی برای ما پیش اومده. اینی که ما نمیتونیم بیاییم. نه بابا سرکاری کدومه؟ سرکاری کدومه آقای؟ نه آقای ملکی، عموی خانم دلشاد فوت کردن. اینی که امشب ما باید چیز بریم، بریم برای مراسم باید بریم، نمیشه، باید چلومش لاغت بگذره آقای ملکی. یعنی ما تو ازش عروسی بگیریم آقای ملکی. چل خدا رفتگاری شما رو بیامرزه. ولی امشب تشریف نیاریم، فردا شب تشریف بیاریم. شش خدا رفتگاری شما رو بیامرزه. همه سلام برسونیم، بس قرار ما امشب نیاییم، فردا شب تشریف بیاریم. خدا به شما، خدا به تو. چی همجوری زوج زدی من نگاه میکنی؟ با باید یه بهونه گیر می آوردم عروسی بندازیم عقب، دیگه بهتر از این بهونه تو دست والم نبود. توجه می نمو؟ بله میگم خوب شد، یعنی حیف شد شو برفت تو آژانس، باید میرفتی هنر پیشه میشدی، این بهتر بود. چیه بگم؟ کفشم افتاده تو جوب، ببخشید امشب تشریف نیارید. همین میگم حیف شد رفتی تو آژانس، باید رفتی هنر پیشه میشدی. بریم بابا بریم، کفشم داشت گم میشه. مادر جا بابا تنان زنگ زد، گفتم عمو جا مرد. گفتی منم با شما؟ آره گفتم
پس الان میان اینجا همشون. فقط حواست باشه مادرت بعد پیش فریب شوتی نده. چی؟ شوت. شوتی نه خیالتون راحت بشه. تو چون فرقی نمیکنه. گرموتون فوت کرده تو فکر. نه آخه فرید نمیدونی که من میخواستم با نقش کارخونه رو پس بگیرم. حواست باشه. نه حواسم هست. ما که اهل سوتی نیست. خیالتون راحت. گوشی دستت باشه. باشه. خانم دکتر جعفری لطفا با بخش مغز ارزم. عرضی ناقلا با خواهر ما چی پچ پچ میکردی؟ جون؟ پچ پچ میکردی با خواهر ما چی میگفتی؟ چیز خاصی نبود. خواهرتون یه مقدار حرف خصوصی داشتن. گفتم منم شنیدم. چطور مگه؟ هیچی همینجوری پرسیدم. میگم فرزین جان فداتشم. بپر سه تا دونه چای بگی بیار بخوریم. بادو قربون دسته. امروز انقدر گریه کردیم و گلوهامو خوش شده. باشو قربون. چرا منو بر نگاه میکنی؟ پاشو دیگه. من برم؟ پس توقع داری پرستار بره؟ پاشو قربونت. میبینی که حال مادرت خوب نیست. بدو. اولا که اسم من فرزین نیست و فریبرز این هزار بار. دوما ایشون مادر من نیست، خواهر شماست. سوما خیلی ناراحتی، خودت واسش چای بریز. چهارم من دکتر الان رفتم برو این گواهی فوتو بگی. پنجم من یه بار دیگه هم اسم اونو اشتباه بگی. من میدونم تو. ششم من عجب گرفتاری شدیم. هفتم منم ای بابا. هشتم منم سلام آقای دکتر. آقای دکتر، آقای دکتر استعداد دارم یه دست سوال منو جواب بدین شما. آخه من میگم آدمی که به اون شاهکاری مثل شاخش امشاد بالا بوده چجوری پای میاره؟ چجوری میشه بمیره؟ چجوری میشه شوک به اون مثبتی منفی بشه آخه؟ خواهر ما چرا بی خود آدمیزاد همینه دیگه. به یه فوت بنده بابا جان آدم یه دقیقه دیگه خبر داره. یومینی شوک میدن مثبت میشه. یه دقیقه بعد همون شوک منفی میشه. یعنی خط صاف خدا بهتر. صاف چه بی خوده که صاف نمیشه که صافش کردن. بشین بشین هیچکی به ما نمیگه بشین. چی خانم بی خودی با خودی نداره. اه شما یه جوری داری حرف میزنی انگار منو دکتری هم سر امور زیر آب کردی. خط صاف شده. باشه خانم مشکلی نیست. اگه دستش بالا اومده که خیلی امیدوار کننده است. احتمالا خطر رفع شده. یا ممکنه که این شوک آخر مثبت بوده. دکتر قربونه دهنت، به ما همینو گفتی. شما به همه مریضا همینو میگی. آره. تا چطور عموی ما مرده؟ نه همینو گفتم دیگه. آقای دکتر، آقای دکتر، گوش میدید ما چی داریم میگیم؟ ما دو نفر. بله گوش میدم. خدا رو شکر بس گوشه رو میدین حداقل. گوش دادم خدمتتون که. گفتم تو چند دقیقه دیگه میام خدمتتون. آره باشه همونجا من خودم میرسونم. ای داده بیداد، یکم اونجا بالا آورده؟ آقای دکتر محتشم، لطفا با اتاقا برد. گندومی، این برادر خانم گرشاد اگه توهینی کرد چیزی گفت ولش کنه، محلش نذار. این یارو آدم حسابی نیست، یه موقع یه چیزی میگه درست نیست هم کلام بشی، توجه مینویی؟ بابا من چی کار به کار اون دارم؟ بری نه، فریبرز اونها، نه، فریبرز سلام آقا، سلام آقا. پسر تو معلوم هست اینجا چیکار می‌کنی؟ خانم کجاست؟ با داداشش رفتم پیش دکتر گواهی فوتو عموشونو بگیرم. با تو هم میگم اینجا چیکار می‌کنی؟ بابا با خانم دلشاد اومدم دیگه. یعنی رفته بودم دم خونه خانم دلشاد اینا، یهو بهش تلفن خبر داد که آقا عمود مرد. منم اونجا بودم، بعد یهو دیگه میدونی که خود در جریان رانندگی بلد نیست. یه ماشین اتومات تو پارکینگشون بود. هی من خواهش کردم فری بود جان من بیا منو ببر اینجا. ولی مامان عجب ماشینی بود. عجب خودش یه دکمه داشت که زیر آدمو گرم می‌کرد همینجوری چی؟ بعد پشت سرم هم خوش دنده عوض می‌کرد. بعد همینجوری در نوبت می‌کرد آدم تا چونه می‌رفت توی صندلی از بس نرم بود. حرفو نپیچون. میگم اینجا چیکار داری؟ با خانم دلشاد چیکار داری تو؟ رفته بودم دم خونه خانم دلشاد درباره این عکس تحقیق کنم ببینم جریانش چیه. کدوم عکس؟ خودتو به اونا نزن مامان. اون عکس همین گوشیه داره بلوتوس میشه. آخه اصلا چیزی نبوده که بابا من در جریان اولم بودم بعدشم بابات با این خانم گل خریده بودن رفته بودن عیادت دیگه این حرفا رو بابا الان ماسمالی نمیخواد بکنه این خانم دلشاد سیر تا پیاز واسه من تعریف کرده ماما چی؟ واسه تو تعریف کردی؟ واسه چی؟ برای اینکه آقا جون شما وقتی میخوای یه تصمیمی بگیری منو آدم حساب نمیکنی که اگه آدم حساب کنی پس فردا یکی خواست تو زندگی ما موش به دونه ما میفهمیم با لگد مینیم تو سینش فهمیدی واسه این حالا خوبی این همه بهش سفارش کردی که این قضیه مخفی بمونه میبینی چی؟ میگم خدا رو شکر ماجرا خفه به خیر شد رفت کارش اونم که مرد چی داری میگی گندمی خدا رو شکر آخ بابا عمل کردم ای بابا مریضم خدا رو شکر که مرد؟ بابا من میگم خدا رو شکر این ماجرا خط به خیر شد اونم خدا بیامرزش من کشتمش بابا جان حسد کن الان میام بیرون بابا یه فاتحه بفرست تموم شد بره
ببخشید کجا رو عمل کردی؟ پامو عمل کردم. معذرت میخوام. یعنی چه دکتر؟ این مسخره بازی ها چیه؟ مگه ما آدمی شما این دکتر؟ عموتون زنده است که چیکارش کیه؟ چطور دلت میاد با احساسات دو تا آدم داغ میده بازی کنی؟ ها؟ بازی کدوم مرد حسابی؟ من میگم عموتون زنده است. حالش هم خیلی خوبه. نفس میکشه. پرستارا میگن مرده، شما اصرار دارید که عموت زنده است؟ من نمیدونم کی به شما گفته عموتون فوت کرده. اما بیمار من زنده است، حالش هم خیلی خوبه. آقای دکتر مرگ فری، مرگ فری مطمئن زنده است؟ بله خانم مطمئنم. دو سه ساعت پیش فرستادیمش بخش رادیولوژی برای یه سری عکس برداری یا سی تی اسکن. الان منتظر جوابشیم. اگه جواب خوب باشه مریضتون مرخصه، میتونیم ببرینش خونه. دارو شد خیالم راحت شد. ای دار کوبه بازی گوش، چرا اینقدر بسن نمیشه من بازی میکنی آخه؟ بازی کدوم خواهر من؟ من اومده بودم ملاقات عموم، پرستارا گفتن این آقایی که توی اتاق بستری بوده فوت کرده. جز عموی من و تو هم که توی اتاق کسی بستری نبوده. چرا بود؟ دکتر جان تو اتاق یه تخت بیشتر نه؟ درسته یه تخت بود، ولی بعد از انتقال عموی شما به رادیولوژی یه بیمار جدیدی که تازه از اتاق عمل اومد منتقلش کردن اون بخش. دقیقا رو همون تختی که عموی شما خوابیده بود بستریش کردن. شما هم با دیدن این قضیه شوکه شدین و فوری بین اون زنگ زدین. نه آقای تو شوکه نشده، ذوق زده شده. چقدر تو آرزو داری واسه صمد بالا نیاره، چقدر آرزو داری. اتفاقا اون بنده خدایی هم که فوت کرد دچار شوک شده بود عین عموی شما. جفت دستاش رفته بود بالا، متاسفانه چون شوکش از نوع دوم بود فوری فوت کرد. پرستارا اومدن دستش رو آوردن پایین. تموم. من میگم بهتری پاشیم بریم. من با این برادر چش تو چش بشم یه چیزی بارش میکنم، من که دعوامون میشه. پاشو بریم. نه بابا آقا جمع آقایی که فهمیده عموی مرده اینقدر خوشحال شده یه جوری با من میگه دایی، اینکه واقعا دایی منه. بیا نگاه چجوری میگه. بی جا میکنه، یه موقع تحویلش نگیر یا. نه واسه من عموی ما چور کن سرگون داره برده. چی شد دایی جون؟ عمو تگری شده؟ دایی جون رو زهر مار، بچه پر رو. آخ گندم جون، گندم جون، گندم. خبیب باشه. بالاخره هر کسی یه قسمتی داره. قسمت عموی شما بود که اینطوری تموم شده. چی رو تموم بشه؟ تازه شروع شده. عمو جانم زنده است. زنده است؟ آره، فرید ذلیل شده اشتباه فهمیده بود. یکی دیگه پایین آورده بود، مرده بود، این فکر کرده بود عمو جانم مرده. الان یعنی چی؟ نه مرده؟ یه مرخص بشه ببرمش دیگه. قسمت رو ببینی گندم. قسمت این بود که بالاخره من به کارخونم برسم. ببینی؟ خب خدا رو شکر. بریم آقا سمد. خداحافظ شما. خدا رو شکر. کجا؟ ببخشید خانم دلشاد، من بیشتر از این نمیتونم به این بازی ادامه بدم. شرمنده. چی؟ میدونی چیه؟ آبروی ما خیلی ارزشش بیشتر از کارخونه شماست. واقعا شرمنده. آقا صبر گندم جون چی میگه؟ ببین خانم دلشاد، این کار ما از همون اول اشتباه بود. خواهش میکنم بیشتر از این قضیه بیخ پیدا نکنی، تمومش کنی بریم. آقا صبر صبر کنی ببینم نکنه در رابطه با این فیلمیه که آقا فریبرز میگه. بابا فدای سرم، فدای سرتون. صد تا باشه از این فیلم‌ها، مهم خودمونیم که میدونیم هیچی نبوده. بله ما میدونیم، ولی مردم که نمیدونن، بچه‌ها که نمیدونن. بله. دیگه بیشتر از این نمیخواد آبرو ریزی بشه. ببخشید نمیفهمن، نمیفهمن. من به فری گفتم ازدواج کردیم، شما برین همه چی خراب میشه. من شرمم. البته یه راه دیگه وجود داره. من میگم بعد که بابا و خانم دلشاد خواستم با هم برم بیرون، منم باهاشون میرم. اصلا با ماشین خود خانم دلشاد میبرمشون بیرون. من میشینم مثل راننده اینا، هر چه دوست داشتن بشینن، کسی هم دیگه شکی نمیکنه. آفرین مادر جون، خیلی هم خوبه دیگه. هیچ کس هم سوء استفاده صوتی تصویری نمیتونه بکنه. بده بازم شرمنده. خواهش کردم مامان بفرمایید. یه لحظه تشریف بیارید. چی میگه؟ آفرین. آفرین مادر جان. برو ببین. آفرین. ببینید خانم دلشاد، من میدونم شما مشکل دارین، گرفتارین، اما شرایط منم باید در نظر بگیرید. آدمایی مثل ما اعتبارشون آبروشونه. من نمیتونم چیزی که سالها برایش زحمت کشیدم به همین راحتی از دست بدم. توجه می‌نمایی؟ بله بله. بدون اجازه گندم خون من نمیتونم کاری بکنم. فریبرز هم نمیتونه راضیشون بکنه. آخ. توجه می‌نمایی؟ بله. که بله.
مطمئنی؟ آره بابا من مطمئنم. پس چرا خیلی دلشاد یه چیزی که میگه؟ آخه اونو که در جریان نیستن که من دارم الان با شما صحبت میکنم دیگه. ببین من نمیدونم چرا ولی نمیتونم بهت اعتماد کنم، ببخشید. میدونم ماما، این الان قضیه مهمیه. منم جای شما بودم شاید اطمینان نمیکردم، ولی خب این داستان قضیه اون جنس پنسال رو قضیه بیزنس اصلا فرق میکنه، اونو بالا پایین داره. ولی این قضیه ببین هم مشکل خودمون حل میشه هم مشکل اون حل میشه. مولای نقشه من نمیدونم. آخ شر نشه آخه این قضیه، نکنه بیام ثواب کنیم کباب شه خاله خیالو رسوایی به بار بیاد. ولی یه جوری یه کاری میکنم خیال شما راحت راحت بشه، یعنی یه جوری باش اطمینان وجد میکنم که دیگه هیچ داستانی پیش نیاد. قبول شرط میذاری؟ بله باشه. دستشو میدرم اینو بگیره. هشتو بگی چی شد مادر؟ ببینید خانم دلشاد، من با مامانم صحبت کردم، رضایتشو گرفتم. فقط ملزم اینه که شما دو تا شرط رو حتما باید رعایت کنید. یک، اینکه من با شما همه جا بیام، با ماشین شما هم ببرید اینور اونور میریم. دو، اینکه از این به بعد از دادن عطر و اتکلون و کادو و گل و نمیدونم یه کاری کنید که تو چشم باشین جدا با خودداری کنید، وگرنه چی؟ این دو تا شرط رو رعایت می‌کنی من در خدمتتون هستم. غیر از این باشه دیگه وگرنه همه چی دیگه خرابه دیگه. بله. باشه. فریبرز راست میگه. گندم جون هر چی که بگن هم. گندم جون الان میگه که بریم خونه دخترها تنها هم فریبرزم گوش نشه. درد تو جونم ماما. دست بفهم. شما درد نکنه گندم جون، خیلی ممنون. واقعا گندم ممنونم به سلامت مادر جان، به سلامت. چیه؟ فکر باملاد رفتن؟ آره رفتن، خسته بودم گفتم برن استراحت کنه. چیه؟ اون زنه کی بود همراهشون؟ تا حالا نایده بودمش. اولا که خانومه، چیز رو میگی دیگه، همون او خواهر آقا صمد بودی؟ هه چقدر شبیه یارو بود. حالا اونا رو ول کن، عمو جان چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ عمو جان سر ما رو گنده. برم برگ ترخیصشو بگیرم ببرم خونه پیش خودم. لازم نکرده، من خودم میبرم پیش خودم، خیالم راحت باشه، دستشم تحت کنترل خودم. خب خواهرم شما ببری خیال من ناراحت میشه. هر دفعه برای دیدن عمو باید بیام چشم بیفته چش یارو. باز گفت یارو نگفتم یارو اسم داره؟ اسمش صمده، البته برای من صمده، واسه شما آقا صمد. بعد نمیخواد شما نگران دیدن اون آقا باشی. دار خوب مهربان، شب عالی متعالی. آقا جون شما مطمئنی ما کار درستی داری میکنی؟ معلومه. بله. اینطوری که نمیشه که، باید تکلیفمون روشن بشه. هی شل کن صف کن در آوردن. ای بابا شما که بهتر میدونی آقا سیروس و آقا صمد با هم مشکل دارن، سایه همدیگر هم با تیر میزنن. مادر من آقا صمد اگه بفهمه ما اومدیم اینجا شاکی میشه. چرا حرف علکی میزنی پسر؟ معرف ما اینا بودن، خود اینا باید برن تحت قضیه در بیارن. زنگ بزن بابا. سلام علیکم. ولی هما جون تو که میدونی من اصلا از این اخلاقا ندارم، ولی میخواستم از تو بپرسم که صمد آقا این کارا چیه که میکنه؟ این ماجرای خانومه چیه؟ اصلا شما میشناسی این خانومه رو؟ دست گل جدید باید دادی؟ که چه؟ چرا منو نگاه میکنی؟ من به کسی چیزی نشون ندادم؟ من به شما چیزی نشون دادم؟ نه آقا بابا من کاری نیستم. خیلی خوب ببخشید. ببین اصلا شما راجع به آقا صمد فکر بد نکنین. امروز گندم خانم به من زنگ زد، همه چیزو واسه من تعریف کرد. این خانم اصلا یه مسافر ساده است، هیچ نسبتی نداره با آقا صمد. هما جون اگه یه مسافر ساده است، برای چی به خاطر مرگ عموشون بعد عروسی این دوتا جوون عقب بیفته؟ تو مطمئنی؟ جدی میگی خودشون این حرفو زدن؟ ایوا آره دیگه، خود آقا صمد به ملکی گفته. اصلا من نمیدونم باید تا کی علاف این خانواده باشیم. مسئله‌ش این چیه که امروز و فردا میکنن؟ بس خانم جرو بس نکنید. مسئله رو به من آقا سیروز واگذار کنید، ما دو نفر حلش میکنیم. درست آقا سیروز. هم بفرمایید ملکی جون. یه تو که با تشریف بیارید این طرف با شما کار دارم. بفرمایید قربان. در خدمتم. همین میگه، من میگم که آقا سیروز بالا غیرتن رو راست من بگو مشکل آقا صمد چیه؟
جریان این شلکون سفونه چیه؟ کلافه شدیم ما دیگه. ملکی جان میخوایی بدونی قضیه چیه یا نه؟ خب اومدم اینجا که بدونم چیه. یواش بابا گوش کن، موبایلتو در بیار، بلوتوستو روشن کن تا بهت بگم قضیه چیه. آخه بلوتوست برای چی عزیز من؟ روشن کن، عجب گیری کردی. بابا من معرف شما بودم عزیزم، شما باید همه قضیه رو بدونید. من فردا شرمندتون نشم، فقط ملکی جان کسی ندونه. خیالت راحت، من بهش کسی هیچی نمیگم. اومد؟ بابا یه کلام بگو جریان چیه تمام. بابا این گفتنی نیست، این دیدنیه ملک. داره میاد. آره اومد. آره کف کردی، حالا فهمیدی چرا عموی خانم دل شاد برای آقا صمد اینقدر مهم شده؟ بله فهمیدم. حالا بذار تو جیبت، بقیهشو بعدن ببین. بریم. سلام. سلام بابا. سلام مامان. سلام. سلام مامان. ای چی شده؟ انقدر دیر کردین؟ گوشیاتونم که هیچ کدوم جواب نمیدین. شانس آوردیم آقا سینا اینا هنوز نیومدن. اگر نمیدونستم جواب اونا رو باید چی بدم. نمیخواد جوابشونو بدی. بابا زنگ زد گفت فردا بیان. چرا مگه چی شده؟ حالا بی سوالی خود نیومدن که نیومدن. فدا سرت قربون تو برم، فردا شب میان دیگه. منو بگو الکی از درسم زدم، خونه رو مرتب کردم. فرشته بابا یه لیوان آب برام میاری؟ گلم خوش شده. ساش. الو سلام. بابا. بگه من از چه قوطی غذای یه چهار تا تخم مرغی داره میبینیم گشنگه. فرشته مادر یه چند تا تخم مرغ نیمرو کن، من خیلی خستم. ما من درس دارم به خدا. فرشته چشم داری خانم دلشاده. ای بابا دیگه چی میخواد با که الان اونجا بودیم؟ بابا شاید کار واجبی داشته باشه، بذار جواب بدم. الو سلام خانم دلشاد، حالتون خوبه؟ بله؟ اتفاقی افتاده؟ گوشی خدمتون باشه یه لحظه. بابا جان سویجه خانم دلشاد پیش توه؟ نه دادم بهش. میگه نه ببخشید دوباره گوشی خدمتون باشه یه لحظه. دستوست؟ بایی حواست. بله بله دست فریبرزه، حواسش نبود. الان براتون میاریم. بله بله علو میگه. خداحافظ شما. خداحافظ خداحافظ. بسات سویچ مردم واسه چی با خودت آوردی؟ بیمارم آقا جون. خب جا مونده دستم دیگه، چیکار کنم یادم رفت. خب راست میگه دیگه، حالا شده دیگه. شما هم سویچتو بده، میره اونجا سویچو میده با ماشین شما بره. اون نمیشه که آخه اونجوری. من ندیدم اگه خانم دلشاد رانندگی بلد نیست با ماشین بردمش تا بیمارستان. الان بعد برم دم بیمارستان با همون ماشین برش گردونم خونه. یعنی چی؟ یعنی با ماشین بابا نمیتونم دیگه. الان بابا آژانس بگیرم. آژانس بگیری؟ بس من فضانوردم یا خلبان افورم؟ ما گفتیم اسباب زحمت نشیم آقا جون. باشو ببریم، همش کار برای من بتراش. ببریم. بابا جون کجا؟ آب خواستید؟ دست درد نکنه. بابا جون فریبرز مگه گشتت نبود؟ من تخم مرغ زدم. از یه تخم مرغ اون تفیش شد. بابا جون این که سرده، نمیتونی یه ذره گرمش کنی؟ گرمش کنم. نمیخورم. خداحافظ. فریبرز بابا کجا رفته؟ سویچ خانم دلشاد دست فریبرز جا مونده بود، رفتن بهش بدن و بیان. همون دیگه، همه چیزون شده خانم دلشاد. خانم دلشاد من نمیفهمم، مردن عموی خانم دلشاد مهمتره یا آینده من؟ یعنی چی؟ شما از کجا خبردار شدی که عموی خانم دلشاد مرده؟ مامان جان اختیار دارید. سینا دیتا اون گزارش داده دیگه. الان وقت این حرفا نیست. قضیه چیه مامان؟ به من بگو این خانم دلشاد کیه؟ چیه؟ از زندگی ما چی میخواد؟ خجالت بکشین، چه طرز حرف زدنه؟ من از بچگی به تو یاد دادم اگه کسی بر ما یه قدم برداشت ما براش دو قدم برداریم. حالا این زن بعد از این همه لطفی که به ما کرده یه کار از ما خواسته، ما نباید یه ساعت براش وقت بذاریم؟ مامان جان ببخشید ولی قضیه شما و خانم دلشاد یه کوچولو مشکوک میزنه. بله مشکوکه. ببین یعنی چی مشکوکه؟ این چه طرز حرف زدنه؟ بابا ما فکر کردیم که عموی خانم دلشاد مرده، رفتیم اونجا دیدیم نمرده، همین برگشتیم.
همین. خب خدا بیامرزتش که مرده. خدا بیامرزه. نه مرده. خب نه مرده باشه. قضیه عکس چیه؟ عکس؟ عکس؟ آقا سینا زنگ زد گفتش که فیلم و عکس بابا خانم دلشاد داره گوشی به گوشی میچرخه. راست میگه؟ عکس و فیلم؟ پسر کمعر تو نمیفهمی مری تو ماشینته؟ این چه طرز رانندگیه؟ آدم با سرعت تو شهر اینجوری رانندگی میکنه؟ حاجی خالا ماشین شما زیقیه اینو نمیگیره ماشینیم کمعر؟ چرا ندید پدید بازی در میاری؟ بچه جون زشته، توجه میمونی؟ بابا ندید پدید چیه؟ خب ماشینش گازونی مثل تیاره از خودش میره ریالا ما چیه؟ کجا تیاره؟ بلیت یه سده برای من گرفتی بفرستی بارو اون دنیا. بیاید بریم پیادش بکنیم. اینه من دو خود چیزی مونده ازش. بیاید ببخشی شما بفرمون بخانم. عمو جان خوبی؟ بچه جون بغلش کن بیار بیار. من آجو بغل کنم ای کودکستان خونه اعتراض کمک کنیم. سنگینی نداره که آقا قیصدی. این اصلا قیصدی تو جاداستم داره. دو کیلو هم نیست، هرچی داشت داشت دیگه تو تخت بیمارستان. تو تو دونه دست زن. خب عمو جون رسیدی. بیا سر رو بگیر. حال کردی نه؟ سر رو بگیر. دارم خواستیر خودم نو کردم. بیا 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 سنگینی نداره. بیا بگیر بگیر بیا پایی. خواهی خواهی یواش این دست رو بده به من قربونش برم قربونه امو برم بیا بیا خوشگله یواش بیاری بیاری صف نکن صف نکن با تو آفرین آفرین بیا 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 ببندم استدعا بکنم بیا 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 بریم دیگه الان کش میاد وسط آقا جون بیا 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 سرپاینی و بیا قربونه تو برم بیا سرپاینی و بیا آسو داره لیز میخونه باشه داره لیز بکنه باشه بیاریم 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 از این بره سباکه نه سباکه سباکه بیاریم از این طرف از این طرف آروم 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 پله ها رو آروم نشکله یه وقت نشکله پوست و استخونه هم هست جون نداری خانم دلت شد کجا بشین استدعا میکنم اینجا خواهش میکنم بیار 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 آره همینجا آروم آروم عالیه عالیه بشینی آخه سواش بود نه میگم جون نداره اصلا آقا سمد دست درد نکنه خیلی زحمت کشیده خواهش میکنم زحمتی نیستش دخترم معلومه که این آقا صمد خیلی مرد خوبیه قدرش بدون میدونم عمو جان کلی گشتم و گشتم تا پیداشون کردم شریف بابا شریف بله شریفه بابا جون من میگم دیگه عمو جانم بهبود پیدا کردن دیگه کم کم رفت زحمت کنیم بریم آره آره کجا پنت‌هاوس آقا شجاع برای خوشحالی شما گفت با اجازتون ما دیگه مرخص بشین دیگه شما هم بشینید یعنی کاملا استراحت بکنی ابو جان بری بابا آقا صمد خیلی زحمت کشیده دستتون درد نکنون بیان تا من زنده هستم یه جشن بگیریم این دخترم از تنهایی بیاد بیرون تنها نیستم که عموجان خدا شما رو باسه من نگهدار شما هستی دیگه خب پس با اجازتون ما مرخص بشیم عموجان بریم عموجان جا خوش نکن باشو بریم که عموجان میخواد استراحت بکنه نه عموجان عموجان توجه مینمو روزی که عموجان توجه نمیمونه مینموه مینموه کاملا مشخصه مینموه نمینمونی میمونه دخترم خیلی خوشحالم که وصیت پدرت عمل کرده حالا دیگه منم باید قول که بهت داده بودم قول خودمو باستن انجام بدم چه عجله ای حالا عمو جان کارخونه سنگینی میکنه تو دستتون حالا بعدن ایزار بهتر بشین شما خب همین روزا میریم محضر کارخونه رو میزنیم با نامه چون پدرت خیلی مایل بوده که یه شوهر خوب گیرید میاد حالا که اومده دیگه بگه نه آقا صمد بله خدا شکر دخترم قدر اون آقا صمده بدون معلومه که خیلی مرد خوبیه ای داد بیداد دوباره تکرار داری زیاد میکنی و بالا مالا نیاری عمو جان خوب هستی؟ رو به راهی؟ آره خب خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر